به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز، عرض به خدمت شما که ما جلسه قبل بحثمون رو راجع به مشتق تمام کردیم، یعنی با قضایای تقریب خطای چند جمله تیلور و قاعده هوپیتال تمام کردیم. اول کسی که دو تا نکته کوچیک راجع به انتهای جلسه قبل میگم در حد 4-5 دقیقه و بعد انشالله درس امروزمون رو شروع میکنیم که میخواییم راجع به انتگرال انشالله صحبت کنیم. من نکاتی که میخوام بگم، یکی این که اولا خب من یه تیکه تو جلسه قبل راجع به این اوی بزرگ صحبت کردم و خب دوستان خیلی هم چیز بود، خیلی هم یه ذره چالش برانگیز شد، برای بعضی ها راحت نبود. واقعیتش این که خیلی جز سرفصل درس نیستش و من فقط به خاطر اینکه دیده باشید و با این مفهوم آشنا باشید، وقتی یه جایی میبینید اوی بزرگه یا تعریف رسمیه یه چیزی از جنس اوردر، بدونید چیه. و بنابراین من فقط اینو چیز کنم که این اوی بزرگ خارج از گزینشه. حالا یعنی اگر که بعضی از دوستان احتمالا متوجه شما، حالا خب فیلم هم ببینید، اوی بزرگ خارج از گزینش. خب اینو بدونید که حالا قرار نیستش توی گزینشمون انشالله بیادش. این یه نکته. یک چیز کوچولویی هم عرض به خدمت شما، من توی چیز میخوام بگم، ولی خب کلن درست خارج از گزینش، ولی خوبیه که متوجه بشید، ولی اگر که میدونم چون ترم خیلی پرفشاری داری و موقع امتحانات ممکنه همین چند صفحه هم براتون مهم باشه، به خاطر همین در حقیقت دارم رسما میگم که خارج از گزینش که انشالله مشکلی پیدا نشه. یه چیز کوچولویی هم خودم میخوام راجع به آخرین مطالبی که توی جلسه قبل عرض کردم، یعنی یه چیز کوچولویی از انتهای درسمون موندش که میخواستم اینم مثال بزنم و بعدش یه مثال، این مثال هم بگم و بعدش درسمون رو شروع کنیم راجع به انتگرال. فقط حالا در یکی دو تا مثال از راجبه اون قاعده هوپیتال میخوام تمامش کنم، چون زیر آخر جلسه قبل عجله‌ای شد بگم و بعدش درسمون رو شروع کنیم. من یکی دو تا مثال میخوام از این قاعده هوپیتال برای انتهاش بزنم و بعد دیگه انشالله بحث رو تموم کنیم و وارد انتگرال بشیم. ببینید من این مثال خب خیلی عجله‌ای گفتم. در حقیقت فرض کنید که من بخوام لیمیت x به توان a تقسیم بر ln x رو حساب کنم. خب این از اون شرایطی که وقتی که x به سمت بی نهایت بره، این از اون شرایطیه که من تو شرایط های بی نهایت، بی نهایت هم در حقیقت هم حد صورت من میشه بی نهایت، هم مخرج من میشه بی نهایت. بنابراین حالا اون شرایط دیگه ای هم که من تو قضیه هوپیتال برای چیز داشتم برقراره، مشتق مخرج من صفر نیست و از این جور حرفا، بنابراین من در حقیقت میتونم از قضیه هوپیتال استفاده کنم. اگه از صورت نسبت به x مشتق بگیرم میشه a برابر x به توان a منهای 1، دقت کنید که a رو مثبت فرض کردم، و اگه از مخرج مشتق بگیرم نسبت به x میشه 1x. خب حالا این x رو دور در دور نزدیک در نزدیک ببرم تو صورت، یعنی باید x رو ببرم تو صورت ضرب کنم، میشه a برابر x به توان a. خب من میدونم وقتی x به سمت بی نهایت بریم به سمت بی نهایت میره دیگه، فقط مثبت بودن a برای این ماجرا کافیه و بنابراین این حد میشه بی نهایت. بنابراین x به توان a تقسیم بر ln x به معنی اینکه a بزرگتر از صفر باشه به سمت بی نهایت میره. به بیان دیگه ما در حقیقت میگیم که ln x از هر x به توان a کنتر به بی نهایت میره، چون این نسبت داره به بی نهایت میل میکنه. یا برعکس این ماجرا، مثلا خب ما ثابت کردیم که حد x به توان تقسیم بر e به توان x صفر به ازای هر n. حالا ما بر 2 شو ثابت کردیم و گفتیم به طور مشابه بر هر n هم ثابت میشه. و در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من x به توان n هم، یعنی ای به توان x، از هر x به توان n سریعتر به بی نهایت میل میکنه، چون این نسبت داره به صفر میل میکنه. هر وقت یه چیزی تقسیم بر یه چیزی، یعنی مثلا فرض کنید صورت به بی نهایت میرفت، مخرج هم به بی نهایت و نسبتشون به صفر میره، میگیم صورت از مخرج کنتر به بی نهایت میره. اگه برعکس بود، هم صورت به بی نهایت میره هم به مخرج به بی نهایت و نسبت به بی نهایت میل میکرد، مثل این اتفاق، میگیم صورت از مخرج سریع تر به بی نهایت میل میکنه. حالا این تعریف دقیقا حالا
به بی‌نهایت میل میکنه نمیکنه، یعنی سریعتر میل میکنه. این فقط میخوام ایده بدم، خیلی الان دقیق چیزی نیستش که بخوام دقیق بهتون بگم. عرض به خدمت شما که این چرا اومده اینجا؟ فهمیدم، این مثالی بود که آخر جلسه قبل زدم. من یه مثال دیگه هم میخوام بزنم و انشالله این بحث رو جمع بکنم. فرض کنید لیمیت x به سمت صفر مثبت بره، x به توان x رو من میخوام تعریف کنم، میخوام ببینم چند میشه، حساب کنم، نه که تعریف کنم، میخوام حساب کنم ببینم چند میشه. خب ببینید، از طرفی اگر من فرض کنم که این مخرج یه چیز ثابته و صورت به صفر میره، خب میشه به یه چیز به توان صفر باید میل کنه که یک همیشه، بنابراین باید به یک میل کنه. اگه من مخرج رو فرض کنم به صفر میل کنه، صورت رو ثابت بگیرم، خب این به صفر میل میکنه، برای من پس این توان باید به صفر میل کنه. این همون یکی از دلایلی که ما در حقیقت میگیم صفر به توان صفر مبهمه. خب منتها من صفر به توان صفر رو که بلد نیستم با قاعده هوپیتال حساب کنم، بنابراین سعی میکنم اینو تبدیل بکنم به یه چیزی که بتونم با هوپیتال حسابش کنم. در حقیقت ببینید بچه ها، اون موقع هم گفتم ما علل اصول تو محاسبه حد مشتق اینجور چیزا، هر وقت با یه چیزی به صورت f x به توان g به توان x به توان g x کار داشته باشیم، معمولا به خاطر اینکه از شر اینکه یه تابه به یه توان یه تابه میرسه و خیلی برامون ماجرا پیچیده میشه خلاص بشیم، اینو مینویسیم e به توان g x ضرب در ln f x. خب در حقیقت ای به توان ln f x که میشه f x به توان g x میشه دیگه، یعنی چون ضربه میشه ضرب از توان میاد بیرون میشه ای به توان g x. خب معمولا این خیلی کار استانداردی، یعنی هر وقت یه تابع دیدید که هم یه تابع به صورت یه چیزی به توان یه چیز بود که هم پایه پیچیده بود هم نما پیچیده بود، در حقیقت این یک کار خیلی استاندارده که اون پایه رو بنویسید ای به توان ln پایه، که اون وقت در حقیقت کل پیچیدگی بره تو نما دیگه، اون وقت با اون ما بلدیم کار کنیم. خب اینجا هم همین کار میکنیم، من x مخرج رو مینویسم ای به توان ln x، در حقیقت من این xی که اینجا دارم رو نوشتم ای به توان ln x، بعد به توان x هم که میشه خب ضرب در x، پس این میشه ای به توان x ln x. خب در حقیقت x به x ln x وقتی که x به سمت صفر مثبت بره، خیلی راحت میتونی نشون بدید که این به صفر میل میکنه. خب و در نتیجه این در حقیقت خیلی شبیه مثال قبلیه دقیقا ماجرا، یعنی دقیقا مثالی که برای ln زدیم، دقیقا خودش نیست ولی مشابهشه، دقیقا خیلی مشابهشه، مشابه مثال قبلی که یهو بود تفاهم بیش نیاد. خب ولی میتونید نشون بدید که x ln x به صفر میل میکنه و دقت کنید که الان من دیگه یه عدد ثابتی به توان یه چیزی دارم. خب وقتی یه عدد ثابتی به توان یه چیزی دارم، ما حد اون توانو که بگیرم میتونم بنویسم e به توان حد میشه. اوکی، پس این در حقیقت حدش میشه e به توان صفر یا یک. در حقیقت یعنی من x به توان x و اگه حد x به سمت صفر مثبت برم میشه یک. و دقت کنید که این معنیش این نیست که من میتونم صفر به توان صفر تعریف کنم، به خاطر هزاران پیچیدگی دیگه که وجود داره که الکی خودتون رو درگیر نکنید، ولی به طور خاص اگه اینجوری به صفر به توان صفر میل کنم، به یک دارم میل میکنم. محمد رضا صحابی بفرمایید. محمد رضا صحابی اگر که سلام 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 بفرمایید. ببخشید سوال داشتم، الان توان شما نوشین x ln x دیگه، بعد الان توان اینجا بله بله خب الان x به سمت صفر مثبت بره ln x داره به سمت منفی بی‌نهایت میره دیگه، طبق تا نمودل خب. اگه شاید جوابتون الان بده، چون یکی دو تا از دوستان سوال داشتن، یه لحظه صبر کنید. خب ببینید، من برای اینکه لیمیت x ln x وقتی x به سمت صفر مثبت بره رو حساب کنم، اینو میتونم بنویسم ln x تقسیم بر 1xم، به خاطر اینکه این خب x دور در دور نزدیک در نزدیک کنی x میاد تو صورت ضرب میشه دیگه. درست. و الان هم صورت داره به بی‌نهایت میره، هم مخرج داره به بی‌نهایت میره. باز من تو شرایط قاعده هوپیتال هم میتونم هوپیتال بزنم، این میشه لیمیت x به سمت صفر مثبت بره
یک ایکسوم تقسیم بره منفی یک دونه منفی ایکس دو. یک تقسیم بره ایکس دو، که این مساوی میشه با لیمیت ایکس به سمت صفر مثبت بره منفی ایکس که صفر. اوکی برای من، پس من در حقیقت این، حالا این چیزی که اینجا نشم، این خیلی دقیقا شبیه مثال قبلی بود. حالا من اونجا x تقسیم بر ln x بود، اینجا ln x تقسیم بر یک x هم، یعنی اثباتشم که دیدی دقیقا خیلی مشابه به دست میادش. و خب برای من این داره به صفر میل میکنه، برای من نمای من داره به صفر میل میکنه، برای من به ای به توان صفر یا همون یک میل میکنم. خواهش. خب پس اینم از این مثال. نکته اینه که دقت کنید که این داره به صفر میل میکنه، برای من علامت مثبت منفیش مهم نیست، در حقیقت از اعداد منفی داره به صفر میکنه. دقت کنید که ln برای اعداد کوچیکتر از یک منفیه، خب برای من x ln x طبیعیه که منفی باشه، و خب از اعداد منفی داره به صفر میل میکنه وقتی من x به سمت صفر مثبت میرم. خب اینم به عنوان آخرین مثال از آنچه که در مورد قاعده هوپیتال میخواستم بگم. پس دقت کنید این ماجرا رو حواستون باشه، معمولا من اف ایکس به توان جی ایکس رو اینجوری مدیریتش میکنم. اینو من میتونستم حالا ایکس رو هر عدد دیگه به توان لوگاریتم پایی هم بنویسم، ولی معمولا از ای استفاده میکنم، بخاطر اینکه اگه یهو گذرم به مشتق اینا بیفته، خب مشتق ای و ال ان خیلی خوبه دیگه، اگر که چیز باشه یه جوره بدی در میادش. اوکی بریم سراغ درس امروز. ببینید بچه ها، ما موضوع اصلی که توی انتگرال میخوایم راجبش صحبت بکنیم یه همچین قصه ایه. فرض کنید من یه تابع F دارم، حالا فعلا فرض کنید تابع من مثبته و خیلی مشکل خاصی نداره و اینا، و فرضم بکنید پیوسته است. حالا بعدم میگم یه ملاحظاتی یه جایی وجود داره، ولی بهتون میگم این ملاحظات شاید همش نیاز نباشه که شما درگیرش بشید. خب فرض کنید یه تابع خیلی گوگوری مگوری از نقطه نمودارش رو کشیدم، از نقطه A و F A میادش، حالا با یه تغییراتی میرسه به نقطه B و F B، و سوالی که وجود داره اینه که به من گفتن این مساحت زیر نمودار رو حساب کنید، میخوام ببینم که این مساحت زیر نمودار چقدره. نکته که وجود داره اینه که ما فعلا کاری که بلدیم انجام بدیم در حقیقت محاسبه مساحت‌های ساده است. در حقیقت من بلدم که این بهم گفتن در حقیقت آی که این مساحت زیر نموداره حساب کن. خب فرض کنیم به من داده شده، سوال به من داده شده و من میخوام یه جواب قابل قبولی به این سوال بدم. ببینید من یه مساحت ساده یا بلدم حساب کنم. در حقیقت ما کلیدی ترین المانی که تعریف میکنیم مساحت رو برای مستطیله. خب این یه مستطیل داشته باشیم، یه ضلع اش آ یه ضلع اش بی، مساحتش آ ضرب در بی، این یه دونه رو تعریف میکنیم. ما بقیه رو با چند تا خاصیتی که برای مساحت داریم میتونیم به دست بیاریم. مثلا مساحت دو تا ناحیه برابر با هم مساحتشون هم برابره. به خاطر همین اگر من مثلا بخوام متوازی الاضلاع رو مثلا مساحتش رو حساب کنم، کاری که میتونم بکنم که این خط رو بکشم، این مثلث از جا اضافه کنم، این همین مثلث سبزیه که اینجا مشخص کردم، اینو بردارم بکنم بچسبونم اینجا. خب دقت کنید که الان مساحت این مثلث صورتیه با مساحت این مثلث سبزه با هم برابره، و حالا که این دوتا مساحت برابرن، برای مساحت این متوازی الاضلاع برابر میشه با مساحت این شکلی که دیگه الان مستطیله، و اگه این ارتفاع این مستطیل اسمشو بذاریم h، اتفاقی که میفته اینه که خب مساحت این مستطیل میشه b ضرب در h، بنابراین این در حقیقت مساحت متوازی الاضلاع میشه ارتفاع ضرب در قاعده، همون چیزی که تعریفی که میدونستید برای مساحت متوازی الاضلاع میشناختید. یا مثلا اگه من بخوام مساحت مثلث رو حساب کنم، یا مساحت یه مثلث به قاعده b و ارتفاع h داده شده باشه، خب من این مثلث رو بردارم یه کپی ازش بگیرم 180 درجه بچرخونمش، میشه یه مثلث شبیه مثلث سبزه که اینو بچسبونم، الان این دو این ضلع با این ضلع مساوی میشه، این ضلع هم با این ضلع مساوی میشه، و در حقیقت بنابراین من به یک متوازی الاضلاع میرسم که مساحت متوازی الاضلاع رو میدونم b ضرب در h،
برای من مساحت مثلث میشه 1/2 بی ضرب درج. پس من در حقیقت با دونستن تعریف مساحت مستطیل میتونم مساحت متوازی لزلار استفاده حساب کنم، بعد میتونم مثلث بکنم که اون مساحت مثلث رو حساب کنم، و به محض اینکه من مساحت مثلث رو یاد بگیرم حساب کنم، مساحت هر چند ضلعی رو میتونم حساب کنم. به خاطر اینکه ببخشید، اگر به من یک چند ضلعی دلخواه داده شده باشه، یعنی یکی بیادش به من یه چند ضلعی دلخواه بده و بگه ای چرا اینطوری کرد، اگه یه چند ضلعی دلخواه به من داده شده باشه، کاری که میتونم بکنم این که من این چند ضلعی رو بذار یه ذره تعداد ضلعاشو بیشتر بکشم، خب ببین اگه به من این چند ضلعی رو داده باشن، من میتونم کاری که بکنم اینه که بیام این چند ضلعی رو به قول معروف مثلث بندی کنم، در حقیقت یه سری خط اضافه بکشم، مثلا این خطا، و اینا رو تبدیل بکنم به اجتماع تعداد مثلث. حالا فرمول به اون خوشگلیه، نمیدونم ارتفاع ضرب در قاعده اینا نداره، ولی حداقل در تئوری من مساحت این مثلث رو بلدم حساب کنم، اینم بلدم حساب کنم، اینم بلدم. اینجوری نیست که دیگه کاسه چک کنم دست بگیرم، اینجا ارتفاعشو میکشم، اینجا ارتفاع رو میکشم، اینجا ارتفاع میکشم، خلاصه میتونم حساب کنم مساحت رو بر حسب اضلاع و ویژگی که این شکل داره، زوایا و اینا. بنابراین پس من مساحت چند ضلعی رو هم بعد از اینکه مثلث رو حساب کردم میتونم حساب کنم. خب ولی مسئله اینه که خب یکی ممکنه به من بگه که آقا همه چیز که چند ضلعی نیست. حالا یکی از ساده ترین شکلهایی که ما داریم جناب دایره است که خیلی هم دوستش داریم و اتفاقا حالا یه فرمولی هم برای مسئلهش میشناسیم، ولی خب به من بگم مثلا مسئله دایره رو چجوری حساب کنم، یا برگیم به همون مسئله که داشتیم یه تابع افی به من دادن گفتن آقا مساحت زیر نمودار این تابع اف رو حساب کن. خب ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که من اگه بخوام برگردم به این مسئله محاسبه مساحت زیر نمودار، نکته اینه که خب این اگه چند ضلعی بود که من خیلی خوب و راحت میتونستم حسابش کنم، یعنی اگه نمودار اف مثلا سری خط شکسته بود یا همچین قیافه مثلا داشتش، خب من باز دوباره چند ضلعی بندیش میکردم، بعد مثلث بندی میکردم و میتونستم کارامو انجام بدم. ولی الان که اینطوری نیست، بیا ایده های ساده ای رو سعی کنیم استفاده کنیم. به کاری که من میخوام بکنم اینه که خب من با ساده ترین چیزی که بلدم کار کنم شروع میکنم و اونم مستطیله. سعی میکنم از این مساحت اف یه سری مستطیل درارم. در حقیقت مثلا خب من یه سری نقطه میام رو بین بازه آ تا بی انتخاب میکنم، بعد میام یه سری مستطیل میکشم که این مستطیلا کامل زیر نمودار بمونه. فرض کنید که این کار بتونم بکنم، مثلا به طور خاص تا به پیوسته باشه بدون هیچ مشکل، من میتونم این کار بکنم. بچن یه سری مستطیل بکشم که این مستطیله با نمودار اف این زل بالاییش تقاطع داشته باشه ولی از اف هم بالا نزنه. مثلا ببینید این مستطیل توی این نقطه تقاطع داره، این مستطیل توی این نقطه تقاطع داره، و این یکی مستطیله مثلا خب یه نقطه این وسط ها تقاطع داره، مثلا اینجا تقاطع داره و ولی بالاش هم نمیزنه. خب اتفاقی که میفته اینه که حالا من مساحت این مستطیلا رو بلدم حساب کنم، خب میشه این زل ضرب در این زل برای مستطیل اول، این زل ضرب در این زل مستطیل دوم و ادامه ماجرا. و با توجه به اینکه این مستطیل کامل زیر نمودار تابع اف مونده، برای مساحت اینم کمتر مساوی مساحت تابع اف، و ممکنه من یه امیدواری داشته باشم. امیدواریم چی باشه؟ با اینکه این اگه که الان من مثلا خب سه تا نقطه وسط تابع بازه گرفتم، یعنی این بازه رو کردم چهار تیکه، مثلا بیام تعداد تیکه های بازه رو بیشتر کنم، هی این تخمین من بهتر و بهتر بشه. در حقیقت این الان مجموع مساحت مستطیلا کمتر مساوی مجموع مساحت، و به اندازه مجموع این مساحت سبز رنگا من خطا دارم تو محاسبه مساحتم. خب و حالا کاری که میخوام بکنم اینه که میام بازه هامو کوچیک‌تر میکنم. مثلا حالا تو این مثال من اومدم همه بازه ها رو نصف کردم،
دقت کنید که من وقتی همه بازه ها رو نصف کردم، بذارید این با یه رنگ دیگه اون آنچه قبلا داشتم به عنوان خطارم بکشم. خب ببینید، الان من فعلا این بازار نصف کردم که راحت بتونید ببینید که چه اتفاقی نسبت به قبل داره میفته. لزومی نداشت نصف کنم، میتونستم هر جور دیگه این کارو بکنم، ولی حالا فعلا من نصف کردم. به من اینجا خطایی که داشتم این مجموعه ناحیه سبزا بود، الان که نصف کردم و دارم میکشم، در حقیقت قبلا من مثلا تو بازی اولم این خطام بود، الان این چیزی که صورتی کردم هم از بازه خارج شده. الان حداقل انقدر میبینید که این تیکه دو رنگ دیگه، اگر که رنگش واضح نیست بذارید من با یه رنگ دیگه بکشم که مثلا پرش کنم که راحت ببینید. بذارید قرمزش کنم قشنگ. اوکی. خب ببینید، من تو مثلا بازه اولم قبلا این خطام بود، خب الان که بازه رو نصف کردم، این تیکه ای که قرمز کردم هم تو مساحت حساب کردم، تو مساحت مستطیلا برام خطام میشه این دوتا تیکه کوچولوها. خب یعنی تو این ناحیه اول من از این خطا رسیدم به مجموع این دوتا برای خطا. خب باز دوباره توی این ناحیه دوم از این خطا رسیدم به این تیکه به علاوه این تیکه، باز دوباره این تیکه قرمز رو اومدم توی مساحت هم حساب کردم. خب و همینطور توی این ناحیه این تیکه رو هم حساب کردم، ولی توی این ناحیه آخری خیلی فرقی نکرده. ولی به نظر میرسه من با کوچیک‌تر کردن این بازه ها هی میتونم این تخمینم رو بهتر و بهتر کنم. بذارید ببینیم قبل از اینکه بریم یه تعریف رسمی از این ماجرا بدیم، بیایم یکی دو تا مثال حل کنیم ببینیم آیا امیدی هست با این شرایط به جواب به درد بخوری برسیم یا نه. خب به عنوان اولین مثال که چیزه، من تابع fx مساوی x رو بازه 0 تا a در نظر بگیریم. خب این یه خیلی تابع خوشگلی، اینجوری یه خط 45 درجه است، از نقطه 0 شروع میشه تا نقطه آ. و خب این الان مساحتش یه مثلثه، بنابراین من مساحتش رو دقیقا میدونم چه، این یه مثلثه به ارتفاع آ به قاعده آ، بنابراین مساحتش میشه آ دو دوم. یعنی خیلی ساده و راحت میدونم مساحتش چیه، مخصوصا هم این مثال رو انتخاب کردم که بدونم مساحت چیه، ببینم یه وقت چرت و پرت نگم، این راه حلی که دارم به جواب چرت و پرت نمیرسه. خب قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که بیام من بازمو مثلا انتیکه کنم، حالا این انتیکه رو این دفعه مساوی هم میگیرم که راحت بشه. برای من این 0 تا آ رو میام یه نقطه آنومی وسط در نظر میگم، یه دو آنوم، سه آنوم تا ان آنوم یا خود آ، پس اینا ان تا نقطه من ها یکی نقطه این وسط میشه و ان تا بازه کوچولو به من میده. خب حالا الان میام مجموع مساحت این مستطیلایی که ساخته شده در نظر میگیرم. در حقیقت اگه من این مستطیلا رو اولی رو بهش بگم بازه صفرومی، به این بگم بازه یکومی، به این بگم بازه دومی، تا به این بگم بازه انمن های یکومی، خب در حقیقت چیزی که میدونم اینه که الان آیومی رو که نگاه کنم یه مستطیله که ضلع افقیش هست آنوم، چون همه اینا طول بازه هاش بازه کوچولو ها با هم برابره دیگه، آنومه، پس طول ضلع افقیش آنومه. خب طول ضلع عمودیش چقدره؟ بازه آیوم وقتی که من آیو با 0 1 2 3 4 5 6 7 8 شمردم تا انمن های 1، دقت کنید من آیو از 0 شمردم تا انمن های 1، خب وقتی با 0 تا انمن های 1 میشمرم، ارتفاع آیومی دقیقاً میشه آی آنوم،
به خاطر اینکه ارتفاع اولی صفر، ارتفاع بعدی اف آنومی که میشه خب آنوم، ارتفاع بعدی اف دو آنومی که میشه دو آنوم، بنابراین ارتفاع آیومی میشه آی آنوم. خب اوضاع خیلی خوبه، پس من ارتفاع او که دارم آی آنوم، طول ضلع قاعدم هم که دارم هست آنوم، بنابراین خب این ضرب این دوتا میشه مساحت مستطیلمون و خب این مستطیل ها رو باید با هم جمع بزنم. خب من از یه آ دو تقسیم بر ان دو فاکتور میگیرم، اینو میارم بیرون از این مجموع، آ دو تقسیم بر ان دو رو میارم بیرون و میشه مجموع آی مساوی صفر تا ان منهای یک آی، یعنی یک به علاوه دو به علاوه صفر به علاوه یک به علاوه دو تا به علاوه ان منهای یک. خب اینم که مجموعشو بلدید همتون، میشه ان در ان منهای یک دوم، اعداد یک تا ان منهای یک رو جمع کنم میشه ان در ان منهای یک دوم. یه ان هم که با این مخرج ساده میشه، میشه آ دو ان منهای یک تقسیم بر دو ان. و من امیدواریم چی بود؟ امیدواریم این بود که ان رو زیاد کنم هی خطام کمتر و کمتر بشه دیگه. پس میام حد این تابه نسبت به ان رو میگیرم وقتی که ان به سمت بی‌نهایت بره. خب در واقع وقتی ان به سمت بی‌نهایت بره، من از آ دو در ان منهای یک تقسیم بر دو ان باید حد بگیرم، که یه حد خیلی ساده است که ان منهای یک انوم به یک میل میکنه، آ دو دوم که عدد ثابتی میشه خود آ دو دوم. اوکی پس در حقیقت این خب جواب درستی داد، من مساحت مثلث رو میدونستم آ دو دومه و خب اینم آ دو دوم به من داد. و دقت هم بکنید که من باید تا یعنی آخرین جمله ای که داشتم ارتفاع این مستطیل بود، که ارتفاع این مستطیل آ ضرب در ان منهای یک انوم دیگه، بخاطر همین من تا ان منهای یک رفتم. یکی از دوستان پرسیده ارتفاع چطوری به دست اومد. خب من تابع اف ایکس مساوی ایکس دیگه، اگه این نقطه رو مثلا بدونم دو آنومه، خب ارتفاعش هم میشه دو آنوم دیگه، اف ایکس رو باید حساب کنم، خود اف ایکس خود ایکس دیگه، خیلی ساده. خب تا اینجا بد نبود. یکی ممکن بود بیاد بگی که آقا تو چرا گیر دادی که این مستطیله که این پایینه حساب کردی؟ یا من مثلا دوست داشتم به جای اینکه تو مثلا با انگار هر کدوم از این ناحیه ها رو با سرش تخمین زدم دیگه، با اف سرش مثلا این ناحیه رو مساحتش اومدم با ارتفاع نقطه اولیه ضرب در این قاعده تخمین زدم، یا این یکی ناحیه رو اومدم با مساحت دوباره نقطه سریه ضرب در قاعده تخمین زدم. یکی ممکن بود بیاد بگه حالا تو چرا نقطه اولیه رو گرفتی نقطه آخریه رو میگرفتی؟ راستم میگه، واقعا من نمیتونم دفاع بکنم که بگم بالا رفتید پایین اومدید باید از نقطه سریه استفاده کنید. که بگه آقا تو اشتباه کردی، به خاطر همینم مساحت حالا درست در آوردی، ولی من اگه با نقطه انتهایی حساب کنم چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت الان این همون بازه هاست، منتها مستطیلایی که برای تخمین مساحت گرفته ارتفاعشون ارتفاع نقطه انتهایی بازه است. یعنی تو این بازه من این ارتفاع رو میخوام در نظر بگیرم، تو این بازه میخوام این ارتفاع رو در نظر بگیرم. میگم خب راست میگی، حق داری، من باید دفاع کنم از حرفم. خب نتیجه این ماجرا چی میشه؟ این دفعه من با یه سری مستطیل سر کار دارم که باز قاعده هاشون که همون آنومه که من اینجا نوشتم، خب و در حقیقت ارتفاعشون چقدره؟ ارتفاع مستطیل اولیه هست اف نقطه سمت راستیه که میشه خود آنوم، ارتفاع مستطیل دومیه میشه اف نقطه راستیه که میشه دو آنوم، بعدی میشه سه آنوم تا ان آنوم. در حقیقت خیلی شبیه هم مجموع قبلی میشه، فقط به جای اینکه من از صفر تا ان برم، این دفعه از یک تا ان با از صفر تا ان منهای یک برم، این دفعه از یک تا ان باید برم. من مخصوصا این دو تا رو سبز نوشتم که حواستون باشه که با قبلی که داشتیم فرق میکنه. خب پس من باز باید مجموع آی آنوم ضرب در آنوم از یک تا اینو حساب کنم. خب باز دوباره آ دو تقسیم بر ان دو که عدد ثابت از سیگما میارمش بیرون، میشه مجموع آی مساوی یک تا این آی. خب آ دو تقسیم بر ان دو که هست، مجموع یک تا این آی هم این دفعه میشه ان در ان به علاوه یه دوم. دفعه پیش ان منهای یک بود، بذارید من اینو کلش رو سبز بنویسم که چیز باشه، حواستون جمع باشه. البته نه، بذار همون اون بهتره فکر کنم، که فقط به علاوه سبز نوشتم که حواستون باشه دفعه پیش منها بود، این دفعه شد ان در ان به علاوه یه دوم. باز دوباره یه ان با یه ان ساده میشه، میشه آ دو در ان به علاوه یک تقسیم بر دو ان. خب و اتفاقی که میفته اینه که باز دوباره من لیمیت ان به سمت بی‌نهایت بره آ دو در ان به علاوه یک تقسیم بر دو ان رو حساب کنم،
آد و دوم که عدد ثابته، n علاوه 1 n هم که به سمت 1 میره بازم دوباره میشه آد و دوم. و دیگه این به نظر میرسه واقعا درسته دیگه. دقت کن که من این مستطیلایی که اینطوری کشیدم مجموع مساحتشون از مجموع از مساحت مثلث بیشتر بود. مستطیلایی که اینطوری کشیده بودم مجموع مساحتشون از مساحت مثلث کمتر بود. و من برای مساحت مثلث رو یه بار از پایین تخمین زدم و یه بار از بالا تخمین زدم و جفت این تخمینان به یه جواب رسید. خب برابر این وقتی که چه از پایین رفتم چه از بالا اومدم به یه جواب رسیدم، پس دیگه واقعا مساحت مثلث با تعیین بود. و خب ما جدای از این با یه روش دیگه قبلا مساحت مثلث رو حساب کرده بودیم آورده بودیم بیرون. یکی دوتا از دوستان پرسیدن که اولا این که چجوری آ دو تقسیم بر ان دو رو از سیگما در بردم. دقت کنید که سیگما رو آیه، برای من او ان ربطی به آی ندارن. خب یه عدد ثابتی هن، من قاعده پخشی ضرب به جمع دیگه. این آ دو تقسیم بر ان دو رو از مجموع آوردم بیرون، فاکتور گرفتم آوردم بیرون و فقط مجموع آیامون. یه سوال دیگه هم پرسیدن که چجوری این دفعه شد ان به علاوه 1. خب دقت کنید دفعه پیش من مجموع 0 تا n منهای 1 داشتم، خب این دفعه مجموع 1 تا n دارم، مجموع 1 تا n میشه n در n به علاوه 1 دوم. اوکی، پس در حقیقت ما نتیجه ماجرا اینه که چه از بالا چه از پایین جفتش به یه نتیجه رسید و خب این خیلی خوشحال کننده است دیگه. به نظر میسه این روشمون داره کار میکنه. یه مثال دیگه هم بزنم قبل از اینکه برم وارد جزئیات تعریف بشم. میخوام یه مثال دیگه هم بزنم که ببینیم که چجوری باید کار کنیم. تابع fx مساوی x2 رو در نظر بگیرید از تو بازه 0 تا a. باز من میخوام این مساحت زیرش رو تخمین بزنم. خب خیلی کاری که میخوام بکنم مشابه قبله. در حقیقت میام یه سری نقطه این وسط میگیرم. حالا این دفعه برای اینکه خیلی پیچیده نشه شکلم 3 تا نقطه بیشتر نگرفته، 2 تا نقطه وسط گرفتم که شد 3 تا بازه. خب نقطه اولی حالا من 3 تا گرفتم ولی اینجا یعنی n مساوی 3، میتونستم n دلخواه بگیرم دیگه. پس نقطه اولی باز میشه anm، نقطه دومی میشه 2anm تا n anm که نقطه آخریه. باز دوباره همون کار قبلی رو بخوام تکرار کنم، در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که الان مساحت این مستطیلا باز دوباره قاعده شون که anmه، ارتفاعشون الان من باز با نقطه سمت چپیه گرفتم، ارتفاع اولیه صفره، ارتفاع دومیه اف آنومه که میشه آنوم به توان دو، ارتفاع بعدی دو آنومه که میشه دو آنوم به توان دو، و ارتفاع آیومی وقتی آیا از صفر تا ان منهای یک بشمونم. دقت کن از صفر تا ان منهای یک دارم میشمونم که با نقاط سمت چپه هر باز کوچولو بشمارم. وقتی از صفر تا n منهای 1 دارم میشمارم، ارتفاع آیومی میشه آی آنوم به توان 2. در حقیقت آی آنوم میشه نقطه ابتدای بازه و افش رو باید حساب کنم که میشه آی آنوم به توان 2. خب باز من باید این مجموع رو حساب کنم. دقت کنید که این آنوم این تو هم که یه آنوم به توان 2 داریم، اینا رو باز دوباره من فاکتور میگیرم از این مجموع، یه آ 3 تقسیم بر n 3 میاد بیرون، ضرب در مجموع این دفعه آی به توان 2ها، آی به توان 2 برای از 0 تا n منهای 1. خب یه فرمول ما معروف داشتیم برای در حقیقت مجموع 0 تا n منهای 1 آی به توان 2، در حقیقت هم مجموع 1 تا n منهای 1 آی به توان 2. و خب شما این بلد بودید فرمولش رو قبلا تو دبیرستان دیدید، اگرم خیلی جزئیاتشو بلد نمیدید ان شاءالله تو کلاس پشتیبان این هفته حساب بهتون میگن که اینجور چیزا رو چه جوری حساب کنید. یعنی یه یادآوری میکنم، اکثرا میگم با تو دبیرستان دیده بشید. و مجموع 0 تا n منهای 1 آی به توان 2 میشه n منهای 1 ضرب در n در 2 n منهای 1 شیشم. خب پس اون مجموع آی به توان 2 این میشه. باز یه n با یه n ساده میشه، برای مخرج من میشه n2 آس شیشم هم که اینجا نوشتم، این آس شیشم. n3 من با این n صورت ثابت میشه، ساده میشه، میشه n2. و اتفاقی که میفته اینه که n منهای 1 و 2 n منهای 1 هم میمونن اینجا داریمشون. خب خیلی عالی، پس میشم این من حالا باز دوباره مثل دفعه قبل امیدوارم n‌م رو بیشتر و بیشتر بکنم، این هی خطاش کمتر و کمتر بشه و من حد n به سمت بی نهایت بره این رابطه رو حساب میکنم. خب n به سمت بی نهایت بره، آس شیشون که یه عدد ثابته، n منهای 1 در 2 n منهای 1 تقسیم بر n2 حدش میشه 2.
به خاطر اینکه یعنی این صورت از اردر ان 2 مخرج هم اردر ان 2 اینا با هم ساده میشه، صورت 2 ان 2 مخرج ان 2 با هم بودن میشن 2، یعنی این حد رو خیلی ساده میتونید چک کنید ببینید که میشه 2. برای من حتی میشه آس 6 ضرب در 2 یا آس 3. خب حالا این دفعه بعدیش اینه که من مثل دفعه قبل چیز ندارم، مثل دفعه قبل یه رابطه ترتمیز ندارم که بدونم مساحت این زیر چقدره که بتونم اینجوری حسابش کنم و خوشحال و خندان بگم که پس همین آس سوم بود. منتها در حقیقت ببینید این کار اولیه که من مساحت مثلث رو از اول میدونستم و زندگیمو ادامه دادم نمیتونم انجام بدم، ولی این کار دومیه رو میتونم انجام بدم که یه بار از پایین تخمین بزنم یه بار از بالا و بگم خب این مساحت این بینه، اگه این بالایی و پایینی به هم رسیدن همه چی باید اوکی باشه. خب تست کنیم ببینیم چی میشه، راست میگه یکی. باز من این دفعه میام همین انتاتیکه میکنم بازه رو و این دفعه مساحت یعنی مساحت هر ناحیه رو با این نقطه سمت راستیه تخمین میزنم. نتیجهش این میشه که یه مستطیلایی پیدا میکنم که مساحتش از مساحت ناحیه زیر نمودار این دفعه بزرگتره. خب پس برای این اینی که خودم انتخاب کردم فعلا مثلا تو این مثالی که من الان کشیدم انسیز میام بازم رو این قسمت میکنم، مساحت این مستطیلا رو میگیرم جمعش رو میخوام حساب کنم. باز دوباره قاعده هر مستطیل آنومه، ارتفاعش این دفعه ارتفاعش میشه اف نقطه سمت راستیه، یعنی آی آنوم به توان 2 که این دفعه دقت کنید آیا از 1 تا ان میشمارم، به خاطر اینکه میخوام بازه ها رو با نقطه سمت راستیش بشمارم. پس آیا از 1 تا ان میشمارم، به خاطر این باز دوباره یک آنوم سبز نوشتم که حواستون باشه، ارتفاع میشه آی آنوم به توان 2، قاعده من میشه آنوم. باز یه آنوم اینجا یه آنوم به توان 2 اینجا که میشه آ به توان 3 تقسیم بر ان به توان 3، از این فاکتور میگیرم میشه آ 3 تقسیم بر ان 3 ضرب در مجموع آی به توان 2. منتها دقت کنید که مجموع آی به توان 2 این دفعه از 1 تا ان، دفعه پیش از 0 تا ان منهای 1 بود، این دفعه از 1 تا ان. خب مجموع توان 2 های اعداد از 1 تا ان میشه ان در ان به علاوه 1 در 2 ان به علاوه 1 ششم. دقت کنید که این دفعه صورت هم متفاوته دیگه، دفعه پیش ان منهای 1 در ان در 2 ان منهای 1 بود، این دفعه ان در ان به علاوه 1 در 2 ان به علاوه 1 ششم میشه. و دوباره این آس شیشم رو که اینجا نوشتم، این ان و ان سه رو با هم ساده کردم نوشتم ان دو، ان به علاوه 1 در 2 ان به علاوه 1 که خودش رو نوشتم. باز امیدوارم من ان رو که زیاد کنم تعداد تیکه رو بیشتر بکنم هی تخمین من بهتر و بهتر بشه، برای من حد ان به سمت بی نهایت بره اینو حساب میکنم. باز دوباره آس شیشم یه عدد ثابته و این حاصل تقسیمم که به 2 میل میکنه و برای من به همون آس سوم در حقیقت میل میکنم. و خب خیلی اتفاق خوشحال کننده بود چون مجموع مساحت این مستطیلا از مجموع مساحت این ناحیه ها بیشتر بود، مجموع مساحت این یکی مستطیلا از مجموع مساحت اینا کمتر بود، و چه اونی که کمتر مساوی بود چه اونی که بیشتر مساوی بود، من چه از بالا اومدم چه از پایین اومدم به یه عدد رسیدم و بنابراین خب مساحت هم باید همین عدد باشه دیگه. اگرچه من این آس سوم و جور دیگه مثل مثلث دفعه قبل نمیتونستم حساب کنم، ولی در حقیقت خوشبختانه به یه روش دیگه تونستم ثابت کنم این کاری که کردم به چیز درستی میرسه. و در حقیقت چه من از سمت راست برم چه از سمت چه از بالا برم چه از پایین بیام به یه جا رسیدم. خب این خیلی اتفاق خوشحال کننده بود و منو امیدوار میکنه به اینکه با همین کلک برم مساحت زیر نمودار شکل‌های پیچیده‌تری رو هم حساب کنم، یعنی بیام یه انی خودم انتخاب کنم بازم رو ان قسمت کنم، بعد مساحت زیر نمودار هر تیکر با یه مستطیل تخمین بزنم، بعد از پایین از بالا تخمین بزنم و امیدوار باشم به یه جواب برسه و با زیادتر کردن انی که اولش گرفتم هی انو بیشتر و بیشتر بکنم به جواب درستر و درستری برسم. این امیدواریه که دارم و کاری که میخواییم در ادامه این جلسه برای شرط کلی انجام بدیم. خب پس یه بار دیگه ستاپمون رو مرور کنیم. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من یه بازه
آ تا ب دارم و یه تابع F دارم و مساحت زیر نمودار F که آیه رو میخوام حساب کنم. یکی من گفته این مساحت حساب کن. خب میریم همون کار قبلی رو انجام میدیم. در حقیقت من دفعه قبل بازم رو مساوی گرفتم ولی هیچ وحی نازل نشده بود که بازه رو مساوی بگیریم. خب در حقیقت من میتونم بازه ها رو جورای مختلف در نظر بگیرم. مثلا میتونم بیام n تا n منهای یکی نقطه این وسط در نظر بگیرم، اسم نقطه اولی که خود آ میذارم x0، بعد یه نقطه در نظر میگم x1، یه نقطه x2، تا یه نقطه انتهایی هم خودش اسمشو میذارم xn. در حقیقت پس من بازه رو n تا زیر بازه تبدیلش میکنم که سر این زیر بازه ها x0 که همون آ، بعد x1، x2، x3 تا xn که خود b میشه. پس من اینو n قسمت میکنم، n تا بازه میکنم و برای اینکه n تا بازه بکنم مجبورم n منهای یکی نقطه اون وسط اضافه کنم و برای اینکه نوشتنم راحت تر باشه اسم خود آ رو میذارم x0، اسم b رو میذارم xn که شرط راحت تر شه. و فقط من فرضی که کردم اینه که اینا سعودی هن. هیچ فرضی نکردم که طول بازه ها با هم برابره یا نه. و به یه همچین چیزی میگیم یک افراز بازه آ و ب، یعنی به یه همچین دنباله از نقاط که اولیشون این صفرومیشون نقطه ابتدا باشه، انومیشون نقطه انتها باشه و یه تعداد نقطه صعودی وسط باشن میگیم یه افراز بازه. خب و منظورمون از قطر افراز عرض بیشترین بازه است. یعنی من میام x i منهای x i منهای یک کار میگیرم، یه x i منهای x i منهای یک میشه طول بازه x i منهای یک تا x i دیگه. خب طول بازه x i منهای یک تا x i میشه x i منهای x i منهای یک. من به ماکسیموم اینا داره طول بزرگترین زیربازه‌ای که من دارم رو بهم میده. خب پس اینم بهش میگیم قطر افراز. پس قطر افراز طول بزرگترین زیربازه‌ای میشه که توی این افراز دارم. خب حالا یکی از دوستاتون این نکته رو گفت و به درستی هم گفت، گفت ببین تو اینجا خیلی خوش شانس بودی که توی این مثالا که دقیقا نقطه سمت چپی کمترین مقدار شد، نقطه سمت راستی دقیقا بیشتری مقدار F شد. هم توی این مثال اینطوری بود، هم توی این مثال Fx مساوی X دقیقا نقطه سمت چپی کمترین مقدار شد، نقطه سمت راستی بیشتری مقدار. و الان من ممکنه تو حالت کلی همیشه اینقدر خوششانس نباشم که وقتی من بازم و اومدم N تا زیر بازه کوچیک کردم که به طول بزرگترین زیربازه میگیم قطرش، لزوما این اتفاق نمیفته که ماکسیموم و مینیموم تابع تو نقطه ابتدایی یا انتهایی اتفاق بیفته. مثلا حالا تو این بازه اینطور هست، ماکسیمومش تو نقطه ابتدایی، مینیمومش تو نقطه انتهایی، ولی مثلا این یکی بازه رو نگاه کنید، نه تو نقطه ابتدایی نه تو نقطه انتهایی تو هیچ کدوم مینیموم نمیشه. در واقع مینیموم یه جای این وسطاست و حتی ممکن بود اصلا من یه تابعی داشته باشم که این قیافه‌ای باشه و نقطه ابتدای انتهایی نه ماکسیموم باشن نه مینیموم. خب پس در حقیقت من کاری که میخوام بکنم اینه که یه جوری بگم که من مطمئن شم که کمتر از مساحتم، یه جوری هم بگم که مطمئن بشم بیشتر از مساحتم که بتونم اون بازی قبلی که داشتم و تکرار کنم. خب برای من کاری که میکنم اینه که میام ام آی و مینیموم تابع اف تو بازه ایکس آی منهای یک تا ایکس آی میگیرم. خب در حقیقت کاری که میکنم من میام میگم که آقا توی این بازه اف کمترین مقداری که میگیره چقدره؟ اینجا مثلا این ارتفاعه، این ارتفاع رو اسمشو میذارم M1. این دقت کنید که این میشه مینیموم تابع F تو بازه آیو بذارید یک، میشه X0 تا X1 به ازای XI بین X0 تا X1. خب من کمترین مقداری که F میگیره رو در نظر میگیرم، اینجا کمترین مقدار این میشه، اسم اینو میذارم M1.
اینجا کمترین مقدار این میشه، اینجا کمترین مقدار این میشه، اینجا هم کمترین مقدار این میشه. خب و حالا L F و P رو دقت کنید که L از لو میاد، از مجموع پایینی میخوام بگم، F هم تابه است، P هم که افرازمه. میگم من مجموع پایینی نظیر این افراز برای این تابه رو که با L F و P نمایش میدم، مجموع یه سری مستطیلیه که کمتر مساوی مساحت زیر نمودارن و هر کدوم از مستطیلا حداقل تو یه نقطه دقیقا تابر و نمودار تابر رو قطع میکنن. یعنی تا جایی که میشه من ارتفاع میکشم بالا، خب مثلا نمیام خطم رو اینجا بکشم، ولی انقدر میکشم بالا که کل نمودار تابه هنوز بالاش بمونه، اگرچه با نمودار تابه تقاطع داره ولی کل نمودار بالاش بمونه. پس اینجا میشه این ارتفاع، اینجا میشه این ارتفاع، اینجا میشه این ارتفاع. خب پس L F و P میشه این مجموع مساحت این مستطیلا. خب مجموع اینا چی میشه؟ میشه هر طول هر بازه میشه XI منهای XI منهای 1. خب طول بازه آیوم هست XI منهای XI منهای 1، ارتفاع مستطیل آیوم هم که هست MI، M کوچیک آی. بنابراین این یه مجموعی میشه که کمتر مساوی مساحت زیر نمودار. خب در حقیقت این یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن مجموع ریمانی پایینی F نسبت به افراز P. خب پس در حقیقت الان مجموع ریم، این یه اسم واسه همین L F و P. خب در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من میام مجموع مساحت های این بزرگترین مستطیلی که مساحتش کمتر مساویه این ناحیه میشه مستطیل افقی عمودی رو من تو هر بازه میگیرم. خب و در حقیقت این ضلع مستطیل که میشه XI منهای یک ضلع افقیش، در حقیقت X2 تا X1 میشه X2 منهای X1 دیگه، XI منهای XI منهای 1. دقت کنید که این I منهای 1 کلش اندیسه ها، XI منهای 1 نیست. خب در حقیقت اتفاقی میفته اینه که این زل میشه XI منهای XI منهای 1، ارتفاع میشه MI. برمه مجموع مساحت مستطیلا میشه مجموع MI زد در XI منهای XI منهای 1 و این یه چیزی میشه که کمتر مساوی آیه. خب تا اینجا واضحه؟ یکی دو نفر از دوستان گفتن اینو نفهمیدن، ولی اگر فقط همون یکی دو نفرن من خیلی نمیخوام بیشتر توضیح بدم، میتونم بعدش برم فیلمو ببینم. کسایی که نفهمیدن بنویسن نفهمیدم، کسی که فهمیدن نگن، کسی که نفهمیدن بگن. خب نه زیادتره، پس من یه بار دیگه اینو توضیح بدم. ببینید من اینجوری شروع کردم، بیایم یه بار ستاپو از اول در نظر بگیریم. من میخواستم مساحت زیر نمودار تابع F، فرض کنید تابع F مثبت هم هست، خیلی ترتمیز و گوگولی مگولی پیوسته خوشگل، مساحت زیر نمودارش رو میخوام حساب کنم. اسم مساحت زیر نمودار میذارم I، مساحت زیر نمودار از نقطه A تا نقطه B که این نقطه ابتدای انتهایی باز است. من گفتم برای اینکه مساحت رو بخوام حساب کنم میام این کار رو میکنم، میام اول بازم رو این قسمت میکنم، انتا زیر بازه کوچولو میکنم. خب و فعلا برای اینکه این انتا زیر بازه کردن رو بتونم تعریف کنم یه اسم میذارم برای اینکه وقتی یه بازه رو به انتا زیر بازه تقسیم میکنم بگه همچین چیزی میگم افراز. در حقیقت من بازم رو میام ان منهای یکی نقطه این وسط در نظر میگم، اسم اولی x1، اسم دومی x2، اسم بعدی تا xn منهای یک و xn، برای به صورت قراردادی x0 هم همیشه خود a میذارم، xn هم همیشه خود b میذارم.
نتیجه اینه که الان من بازه رو تیکه تیکه کردم به بازه x0 تا x1، x1 تا x2، x2 تا x3 و نهایتاً xn منهای 1 تا xn. خب پس در حقیقت من n منهای 1 نقطه گرفتم این وسط، nمیش رو خود b گرفتم، صفرمیش هم خود a گرفتم. خب و این به من این n به علاوه 1 نقطه رو بهش میگم یه افراز. نقاطی هم که به صورت صعودی، دقت کنید که نامساوی هم اکیده، میخوام طول هر بازه مثبت باشه. خب و یه مفهومی هم تعریف کردم اسم قطر افراز که حالا جلوتر به کارم میاد، احتمالا فعلا به این زودی باش کار ندارم، ولی چون افراز رو دارم تعریف کنم همینجا الان میگم. خب مثلا این بازه ها، دقت کنید که من نگفتم که طول این زیر بازه ها با هم برابره، هر جوری من ممکنه اینا رو تقسیم کرده باشم، یکی ممکنه طولش 1 متر باشه، یکی 10 سانت باشه، یکی 6 متر باشه، یکی نمیدونم 2 سانت باشه. خب طول بزرگترین زیر بازه رو از این زیر بازه ها، از هر کدوم از این زیر بازه کوچولو ها، طول بزرگترینش رو بهش میگم قطر افراز. تعریف قطر افراز اینه. و هر وقت گفتم قطر افراز منظورم طول بزرگترین زیر بازه است. مثلا تو این مثال طول این زیربازه میشه قطر دیگه، این از همه زیربازهای دیگه بزرگتر. خب پس و حالا طول هر زیربازه چقدره؟ xi منهای xi منهای 1، دقت کنین i منهای 1 اندیسه ها. خب xi منهای xi منهای 1 این طول زیربازه ایومه دیگه. خب بنابراین ماکسیموم اینا رو من بهش میگم قطر افراز. خب یکی از دوستان پرسیدن چرا باز زیر بازاتو با هم مساوی تعریف نکردی، یه نکته‌ای داره بعداً بهتون میگم. حالا بعداً ما بیشتر مواقع با بازای مساوی کار میکنیم، ولی فعلا بیخیال شید که چرا مساوی تعریف نکردم فعلا، ولی همه چیزی که دارم میگم که طبیعی داره میره جلو دیگه. خب در حقیقت کاری که الان من میخوام بکنم از اینجا به بعد اینه، بچه هم میگم اون یک رو کوچیکتر بنویسید که قاطی نشه دیگه، این بهترین کاری که میتونم بکنم. خب حالا ببینید بچه ها، کاری که من میخوام بکنم اینه، میخوام تو هر کدوم از این زیربازه ها، الان اول تیکه تیکه کردم، میخوام تو این زیربازه بیام این مساحت زیر نمودار رو دو جور تخمین بزنم، یه بار از پایین یه بار از بالا، با بهترین مستطیل های ممکن. به این معنا که بزرگترین مستطیلی که مساحتش کوچیکتر از تاب است تو این ناحیه میخوام در نظر بگیرم، و کوچیکترین مستطیلی که مساحتش بزرگتره. در حقیقت تو بین اونایی که بزرگتر، مثلا خب من اینم میتونستم بزرگتر در نظر بگیرم، ولی خب این خیلی واضح بود پرته. تا جایی که میشه میام کوچولو میگیرم و مثلا اینو میخوام در نظر بگیرم به عنوان یه چیزی که مساحتش بیشتره و بلدم حساب کنم، و اینو در نظر بگیرم به عنوان یه چیزی که مساحتش کمتره و بلدم حساب کنم. خب بنابراین در حقیقت من تو بازه صفرم، حالا بیا بازه اول ببخشید، تو بازه اول که از x0 تا x1، من ماکسیموم ارتفاع یه مستطیل که هنوز زیر نمودار میتونه بمونه رو بهش میگم MI. در حقیقت این معنیش اینه که من بیام تابع F رو تو این بازه نگاه کنم ببینم کمترین مقداری که میگیره چیه. اگه اسمشو بزنم M کوچیک I، خب مینیمم تابع F رو اگر اسمشو بذارم MI تو این بازه، مستطیل به ارتفاع MI بزرگترین مستطیلیه که مساحتش، یعنی به صورت کامل هنوز زیر نمودار تاب است. دقت کنید، مینیمم F رو بگیرم بزرگترین مستطیلی رو میده که کامل این زیر میمونه. در حقیقت اینم میتونستم بگم اینم یه مستطیل بود که کامل زیر میمون، ولی من انگار ضرر کرده بودم دیگه، میتونستم بیام بالاتر. بنابراین وقتی مینیمم تاب تو این ناحیه رو میگیرم، این به من یه مستطیلی میده که من مطمئنم که تو هر نقطه، چون این مینیمم بود معنیش اینه که از همه نقاط دیگه از F کمتره دیگه، بنابراین مساحت این حتما کمتر مساوی مساحت این ناحیه است، چون کل مستطیل زیر مجموعه این ناحیه مونده. خب و مساحت این مستطیل چقدره؟
x1 منهای x0 که میشه طول این ضرب در ارتفاعش، که ارتفاعش هم همین مینیمومه بود دیگه، m1. تو بازه دوم x2 منهای x1 میشه زلمون، یعنی قاعدمون، ارتفاعمون میشه m2. تا توی مثلا آخریه xn منهای xn منهای 1 میشه قاعدمون، mn هم میشه ارتفاعمون. دقت کنید که اینجا mn نه نو f تو این نقطه است، نه f تو این نقطه است، به خاطر اینکه من یه جای این وسط ها مینیممو گرفتم. خب بنابراین mn اینجا مثلا این ارتفاع میشه. خب پس mi ضرب در xi منهای xi منهای 1 میشه مساحت این مستطیل آیوم. خب اگه من همه مستطیلا رو با هم جمع کنم، مساحتش کمتر مساوی مساحت زیر نمودار میشه. پس مجموع ام آی ضرب در ایکس آی منهای ایکس آی منهای 1 کمتر مساوی آی میشه. و به این مجموع من میگم مجموع پایینی، حالا یا مجموع ریمانی پایینی اف نسبت به پی. دقت کنید که من یه تابع اف داشتم، یه افراز پی داشتم، و اگه این دو تا رو داشته باشم اینو میتونم حساب کنم. خب بسیار عالی. پس من یه چیزی پیدا کردم کمتر مساوی آی. حالا ببینیم این چیزی که پیدا کردن کمتر مساوی آیه چه جوری رفتار میکنه. یه تعریف کوچولو دیگه من بگم. من یه افراز پی دو رو از همین بازه آ تا بی میگم ظریف‌تر از افراز پی یک اگر که نقاط پی یک زیر مجموعه نقاط پی دو باشه. خب در حقیقت میگم پی دو از پی یک ظریف‌تر، پی دو رو اگه نقاطش وای صفر تا وای ام باشه، اگه پی دو همون نقاط پی یک رو داشته باشه یه سری نقطه هم اضافه داشته باشه. مثلا الان تو این مثال من این x1 تا xn هم که هست سر جاش، این y0 تا yn، دقت کنید مثلا من این نقطه رو هم اضافه کردم، این نقطه رو هم اضافه کردم، دو تا نقطه اضافه کردم. خب بنابراین به یه چیز ظریف‌تری رسیدم، یعنی دقیق‌تره انگار، یه ذره کوچولوتره، چون کوچولوتر رو اینا میگم ظریف‌تره. خب منتها دقت کنید میخوام دقیقا زیر مجموعه باشه، نه که تعداد نقاطش بیشتر باشه فقط. در حقیقت میخوام هر چی نقطه تو این افراز اولیه بود تو این افراز دومی هم باشه، یه سری نقطه بیشتر هم باشه. خب پس من در حقیقت پی دو رو از پی یک یه افراز ظریف‌تر میگم اگر که پی دو یه سری نقطه بیشتر از پی یک داشته باشه. حالا میخوام ببینم این مجموع پایینی نسبت به ظریف‌تر بودن چجوری رفتار میکنه. ببین تو همین مثال ببینید، من الان این دوتا نقطه رو اومدم اضافه کردم و میخوام مجموع پایینی هامو حساب کنم. دقت کنید که من مجموع این مستطیلا رو توی این افراز جدیده که اسمش پی دوه بخوام حساب کنم، توی این بازه قبلا من این مستطیل رو داشتم، الان این مستطیله که هنوز هست، این یکی تیکش یه ذره بزرگتر شده. در حقیقت به اندازه این مستطیل سبزه که الان من نقطه قرمزش کردم مساحتم زیادتر شده. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من باید قبلا مینیمم اف رو تو کل این بازه میگرفتم، تو کل این بازه باید مینیمم میگرفتم، الان یه بار مینیمم تو این تیکش میگیرم، یه بار مینیمم تو این تیکش. و وقتی مینیمم روی مجموعه رو میگیری، خب و دو تا زیر مجموعهش، مینیمم تو اون زیر مجموعه ها بزرگتر مساوی میشه دیگه. ببینید یه مثال من ساده بذارید برای این ماجرا بزنم. بیاییم مسئله مجموعه 2, 3, 4, 5 رو در نظر بگیرید و اینو بیاید دو تیکش کنید، 2, 4, 3, 5. خب ببینید الان اصلا کلن یه زیر مجموعهش رو در نظر بگیرید، مثلا 2, 4 یا 3, 5 یا 3, 4, 5، اینا همه زیر مجموعه های اون مجموعه دیگه. دقت کنید که مینیمم این کمتر مساوی مینیمم هر کدوم از اوناست. مثلا مینیمم این 2ه، مینیمم اینم 2ه، مینیمم این 3ه، مینیمم اینم 3ه. تو این دوتا مینیمم اکیداً بزرگتر شده، تو این هنوز مساوی مونده. در حقیقت من یه زیر مجموعه رو از یه مجموعه بگیرم، مینیمم تابع تو اون زیر مجموعه بیشتر میشه دیگه، به خاطر اینکه ممکنه اون مینیمم قبلیه رو نداشته باشه. ببین 2 که مینیمم من بود الان توی این مجموعه نیست، برای من مینیمم من بیشتر شده. پس اگه من یه زیر مجموعه از یه مجموعه بگیرم، مینیمم توش بیشتر میشه و برعکس ماکسیمم کمتر میشه. خب نتیجه چی؟ ببینید من
قبلا داشتم مینیموم اف تو کل این بازه رو میگرفتم، الان این بازه رو کردم دو تیکه، یه تیکه اینجا یه تیکه اینجا. خب پس من بازم رو کردم دو تیکه و اتفاقی که میفته اینه که مینیموم تو این دو تیکه، تو اینجا مینیموم من دقیقا همون مینیموم شده، اینجا مینیموم من بیشتر شده. درسته؟ دقیقا من چیزی که میدونم اینه که مینیموم تو این بازه و این بازه بیشتر مساوی از مینیموم تو کل بازه است. یعنی اگه مینیموم تو اینو بگیرید و مینیموم تو این دوتا کوچیکا، تو این دوتا کوچیکا بزرگتر مساوی کله. بنابراین اگر من بیام نسبت به این افراز ظریف‌تره در نظر بگیرم که مثلا یه نقطه اینجا بیشتر داره، من این مجموع مستطیل کوچولوها که دارم حساب میکنم یه ذره بیشتر میشه، مثلا تو این مثال انقدر بیشتر شد. خب یا مثلا اینجا این یکی رو نگاه کنید، الان من این نقطه وای یک اینجا اضافه کردم، خب اینجا قبلا بزرگترین این مستطیلی بود که با مینیمم اف ساخته میشد، الان تو این تیکش کماکان مستطیل با همون ارتفاعه، ولی تو این تیکش یه مستطیل با ارتفاع بیشتره، برای من به اندازه این سبزم اینجا اضافه شدم. خب نتیجه این که اگه من یه سری نقطه به باز افراز قبلیم اضافه کنم، یه افراز جدیدتری داشته باشم که ظریف‌تر از قبلیه باشه، اون وقت این مجموع پایینی من بیشتر میشه. هی من نقطه بیشتر کنم، هی بیشتر میشه و این خیلی امیدوار کننده است. این من امیدوار میکنه که من هی نقطه بیشتر کنم، هی خطامو بتونم کمتر کنم. دقت کنید که من خطایی که توی این موقع داشتم، بذارید با یه رنگ دیگه بکشم، مثلا تو مستطیل اولیه خطای من این بود، این چیزی که الان دارم با صورتی میکشم بود، الان خطایی که تو این مرحله دارم شد این. یعنی من خطایی که توی تخمین مساحتم تو ناحیه اول داشتم، اول کل این بود، الان شد اینه به علاوه این. خب این خیلی خوشحال کننده است، من انگار خطام کمتر شد. خب پس من در حقیقت به نظر میسه هی دارم بیشتر بیشتر میکنم، هی نقطه بیشتر بریزم، هی بیشتر میکنم. امیدوارم با زیادتر و زیادتر کردن نقاط من بتونم واقعا کل مساحت رو تخمین بزنم. این امیدواریه که دارم، امیدواریه. خب همین کار رو دقیقا میتونم برعکسش هم انجام بدم، از بالا نگاه کنم به قضیه. در حقیقت میتونم برای افرازم ام بزرگ آیو، دقت کنید که این فرقش با قبلیه اینه که ام بزرگه، مخصوصا ام کوچیک، ام بزرگ نوشتم که حواستون باشه که یعنی بزرگه از کوچیک بزرگتره. خب به این من ماکسیموم ارتفاعی که F تو بازه اول میگیره رو اسمشو میذارم M1 که این میشه M بزرگ 1. حالا اینجا این میشه، اینجا این میشه و تو مثلا آخری هم مثلا این میشه. پس من ماکسیموم ارتفاعی که F توی بازه میگیره اسمشو میذارم اولی بازه اول میگیره اسمشو میذارم M1، تو بازه دوم میگیره M2، تو بازه سوم M3، تا تو بازه Nم Mn. در حقیقت به ازای xi بین xi منهای 1 تا xi که یعنی میشه بازه آیوم، من ماکسیموم مقدار F رو بهش میذارم اسمشو میذارم M بزرگ i و مجموع بالایی F نسبت به P رو میگیرم مجموع مساحت این مستطیلا. در حقیقت مستطیل آیوم قاعدش که هست طول بازه آیوم که xi منهای xi منهای 1 که ارتفاعش هم که هست M بزرگ i، برای مجموع مساحت این مستطیل ها میشه مجموع M بزرگ i ضرب در xi منهای xi منهای 1. من به این U F و P میگم مجموع ریمانی بالایی F نسبت به P، به جای پایینی این دفعه شد بالایی. خب به خاطر اینکه تو هر ناحیه که داریم میگیریم من مساحت مستطیلی که دارم بیشتر از مساحت چیزه، مساحت زیر نمودارمونه، یعنی مساحت زیر نمودارمون اینه، من به اندازه اینقدر بیشتر دارم. و باز ببینید این اتفاق مشابه قبلم میفته. اگه من افرازم رو ظریف‌تر کنم، یعنی بیام یه سری نقطه جدید اضافه کنم، مثلا این وای آیا رو اضافه کردم به این مجموع مستطیل قبلی ها بود، خب الان به اندازه این سبزا مجموع بالایی کم میشه، به خاطر اینکه الان من مثلا ماکسیموم تو این زیر بازه که دارم نگاه میکنم همینه،
ولی ماکسیموم تو این یکی زیر بازار که نگاه میکنم کوچیکتر شده، شده این در حقیقت الان مجموع ریمانیم، الان این تیکه رو حذفش کردم دیگه، این تیکه همین بالایی است که بود. در حقیقت من این نقطه رو که اینجا اضافه کردم یه ذره از مجموع مسافت مستطیله کمتر شد و به ازاش خطایی که داشتم هم کمتر شد. در حقیقت قبلا خطای من مساحت کل این ناحیه بود، الان خطای من فقط شد مساحت این مثلث و این مثلث، طور مثلث که نیستش. در حقیقت اینقدر از خطام کم شد. خب و بنابراین من با ظریف‌تر کردن یه افراز، خب در حقیقت یعنی این که نقطه اضافه کردم، باعث شد که این مجموع بالایی من کمتر بشه. خب پس اگه من یه افراز داشته باشم پی یک، یه مجموع پایینی داره یه مجموع بالایی داره، یه ذره افرازم رو ظریف‌تر میکنم، یعنی یه سری نقطه به پی یک اضافه میکنم، مجموع پایینیم بیشتر میشه، مجموع بالاییم کمتر میشه و این خیلی خوشحال کننده است. من امیدوارم هرچی نقطه اضافه کنم هی مجموع بالایی کمتر بشه، مجموع پایینی بیشتر، مجموع بالایی کمتر، مجموع پایینی بیشتر. و امیدواری من اینه که نقطه ها رو خیلی زیاد بکنم، این دوتا به یه عدد میل کنن، یعنی این وسط یه جوری ساندویچ کنن، فقط یه چیز بمونه. در حقیقت گزینه‌ای که وجود داره اینه که من قضیه‌ای که یعنی تعریف انتگرال ما اینطوری تعریف می‌کنم، تعریف اگر عدد یکتای آی وجود داشته باشد که برای هر افراز پی داشته باشیم ال اف و پی کمتر مساوی آی کمتر مساوی یو اف و پی، به آی انتگرال تابع اف روی بازه آب میگوییم و آن را با نماد انتگرال آتابه اف نشان میده. خب در حقیقت ببینید من تا اینجا چه اتفاقی افتاد. من گفتم هر افرازی داشته باشیم مجموع بالاییش از آی بزرگتر مساویه و مجموع پایینیش از آی کمتر مساویه، به ازای هر افراز این درست. خب بخاطر اینکه مجموع بالایی یه سری مستطیل از بالاست، مجموع پایینی یه سری مستطیل از پایینه، برای هر افرازی داشته باشیم تو این ویژگی صدق میکنه. خب تعریف انتگرال چی میگه؟ تعریف انتگرال اینو میگه، میگه اگه من یه عدد یکتا داشته باشم، دقت کنید که این تیکش خیلی مهمه ها، که این عدد یکتا باشه، حالا بعدم بهتون میگم چرا این یه ذره چالش داره، ولی یعنی بدیهی نیست، ولی خیلی مهمه که این عدد یکتا باشه. اگه یه دونه عدد فقط وجود داشته باشه مثل آی که از مجموع پایینی هر افرازی بیشتر باشه و از مجموع بالایی هر افرازی کمتر باشه، من به این عدده میگم انتگرال اف روی بازه آتابی و با این نمادم نشونش میدم. دقت کنید که چرا اینطوری گفتم، نگفتم حد بگیریم. ببینید ما حد گرفتن از این بلد بودیم که مثلا x به سمت یه نقطه‌ای بره از f x حد بگیریم. خب اتفاقی میفته اینه که من افرازها مثلا هر دو مثلا
اینکه یه افرازی ظریف‌تر از یه افرازی باشه میفهمم یعنی چی. و خب مثلا ظریف‌تره انگار هی میخوام ظریف‌تر ظریف‌تر بکنم. منتها مشکلی که وجود داره اینه که خیلی از افرازا نه این از اون ظریف‌تره نه اون از این ظریف‌تر. خب بنابراین من این چالش رو دارم که لزوماً هر دوتا افرازی با هم قابل مقایسه نیستن که بگم حد بگیرید اون افراز آخریه یه جورایی انگار. خب بنابراین به جای اینکه اینو بگم میگم آقا من میدونم اگه مساحت وجود داشته باشه که باید هم به ازای هر افرازی تو این صدق کن، به ازای هر افرازی تو اینم که باید صدق کن. خب حالا در حقیقت این که گفتم یکتا، منظورم اینه که اینجا یهو یه بازه نشه، مثلا نگیم همه اعداد 2 تا 4 توی این رابطه صدق میکنن. خب من به کدوم اینا بگم مساحت؟ به 2 بگم مساحت یا به 2.5 بگم مساحت یا به 4 بگم مساحت؟ خب در حقیقت اگه خیلی عددی مثلا، در حقیقت اگه 2 تا عدد مثلا هم 1 این وسط صدق کنه هم 2 این وسط صدق کنه، همه اعداد بین 1 تا 2 هم این وسط صدق میکنن دیگه. خب در حقیقت من میگم که اگه فقط یه عدد باشه که توی این رابطه صدق کنه میگم مساحت. این که چرا اینو میگم، این فقط یه پیچیدگی ریاضیه، ذهنتون رو درگیرش نکنید. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که اگر تابع شما پیوسته باشه یا تیکه تیکه پیوسته باشه، یعنی روی سری زیر بازه پیوسته باشه که تقریبا 100% توابعی که بچه ها تو همه رشته ها به جز حالا رشته احتمالا ریاضی محض باش سر و کار دارن، معمولا قطعه قطعه پیوسته است. خب اگر یه تابع قطعه قطعه پیوسته باشه حتما این ویژگی وجود داره. در حقیقت اگه تابع قطعه قطعه پیوسته باشه فقط یه عدد میشه پیدا کرد، یعنی حتما هم میشه اون عدد یه عدد رو بشه پیدا کرد. خب یعنی دقیقاً یک عدد میشه پیدا کرد که از مجموع بالایی هر افرازی کمتر مساوی باشه، از مجموع پایینی هر افرازی هم بیشتر مساوی باشه. خب و برای انتگرال وجود داره و برای این دقیقاً میشه مساحت ما، چون در حقیقت من میدونم من مساحته میدونستم همیشه از افرازا کمتر مساوی بود، از افراز از مجموع بالایی کمتر مساوی بود، از مجموع پایینی بیشتر مساوی بود. در حقیقت این معنیش اینه که من میتونم با ظریف‌تر کردن و ظریف‌تر کردن به یه جای وسط برسم. در حقیقت اگه نتونم با ظریف‌تر کردن افرازا واقعا به این میل کنم، اتفاقی که میفته اینه که من همیشه یه فاصله ای باید بین مجموع بالایی و پایینی داشته باشم. و اگه یه بین مجموع بالا پایینی همیشه یه فاصله ای داشته باشم، دیگه عدد یک تا وجود نداره، خیلی عدد وجود داره. خب کلی عدد این وسط وجود خواهد داشت. پس این قضیه که من اثباتش نمی کنم، این قضیه رو بگم درس امروز رو تموم کنم، قضیه تمام توابع پیوسته یا قطعه قطعه پیوسته روی هر بازه آبه، در حقیقت به اصطلاح میگیم انتگرال پذیرند، یعنی انتگرال آتابه اف وجود دارد. این یه قضیه که من راجع به اثباتش نمیخوام صحبت کنم. اوکی؟ پس در حقیقت قضیه اینو داره میگه. اولا که این شما خیلی راحت میتونید نشون بدید که مجموع پایینی هر افرازی از مجموع بالایی هر افراز دیگه کمتر مساویه. این خیلی ساده میشه ثابت کرد. یعنی دو تا افراز پی 1 پی 2 دارید که هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ کی لزوماً تظریف اون یکی هم نیست. خب در حقیقت همیشه مجموع پایینی این اولی از مجموع بالایی دومی کمتر مساویه، این همیشه درسته. برام همیشه من حداقل یه آیو دارم. خب اگه استدلالشو نفهمیدید ول کنید، ولی اینو باور کنید که من همیشه حداقل یه آیو دارم. خب و در حقیقت میگم که اگه بدونید تابتون پیوسته است یا تیکه تیکه پیوسته است، یعنی روی سری زیر بازه پیوسته است، اون وقت این عدد یک تا هم هست و برام انتگرال آ تا به اف وجود داره و من مساحت رو میتونم اینطوری با مستطیلا تقریب بذارم. حالا جزئیات این ماجرا که چه شکلی میتونم ازش استفاده کنم باشه انشالله برای جلسه بعد. خسته نباشید.
من چون دیدم امروز یه ذره کلاس سنگین شده یه ذره زودتر تمومش کردم، ولی اگه دوستان سوال دارن خب طبق معمول در خدمتم دیگه. مانی محمودی بفرمایید. سلام استاد، منو دارید؟ بله. شما سوال داشتم، الان شما گفتید که ما ظریف تر هر چی بکنیم این یه بازه که داریم بهتر میشه در واقع. خب الان من چیزی که درک نکردم که گفتید بعضی از این مجموعه ها لازم نیستش این اتفاق بیفته، این اتفاق لزوما نمیفته. یعنی یعنی چی؟ نه، همیشه هر وقت ظریف تر کنید بهتر میشه شرایط، یعنی هیچ شکی نیست همیشه اتفاق میفته. خدا جا الان گفتید که لزوما اتفاق نمیفته. نه لزوما، ببین بهتر میشه یعنی اون بالاییه میاد پایین تر، این پایینیه میره بالاتر. خب ولی لزوما این دوتا به هم نمیرسن، ولی همواره این بالایی کمتر مساوی میشه، این پایینی هم بیشتر مساوی میشه. محاله که پایین مثلا با ظریف تر کردن یا پایینی کمتر شه یا بالایی بیشتر شه، این محال اتفاق بیفته. حتما بالایی کمتر مساوی میشه، پایینی هم بیشتر مساوی میشه، ولی لزومی نداره به هم برسن. گرفتم، مرسی. آتنا رسولی بفرمایید. سلام، صدا من میاد؟ بله. توی قسمتی که میخواستیم هوپیتال بگیریم اولای درس و مواقعی که صورت و مخرجمون بی نهایت میشد، پرسم که در صورتی که علامت اون بی نهایت ها متفاوت باشه باز هم همچنان میتونیم هوپیتال بگیریم؟ آره، من توی از هوپیتال میتونیم استفاده کنیم. الان اینجا بود دیگه، الان این بی نهایت علامتش منفی بی نهایت، این بی نهایت علامتش. بله بله، سوالم همین بود. آره. خیلی ممنون ازتون، متشکرم. خب اینقدر من خوب درس دادم که از این درس امروز سوال نداریم؟ واقعا دارم به خودم مفتخر میشم، یا اینقدر پیچیده بود که هیچ جوری شما نفهمیدید. یکی از دوستان پرسید قطعه قطعه پیوسته چیه؟ سوال خوبیه، بذارید اینو جلسه بعد رابط صریحش رو میگم، چون فعلا فکر کنید تیکه تیکه پیوسته، حالا دقیقش رو جلسه بعد انشاءالله میگم. و یکی از دوستان پرسید مجموع آی به توان کا فرمول صریح داره. در حقیقت حالا تا یه جاییشو بلدیم و راه حل های وجود داره که ما همیشه میتونیم مجموع آی به توان کا رو حساب کنیم، یعنی این درسته. منتها در حقیقت یه روش هایی میدیم جلوتر که به این نتیجه میرسیم که لازم نیستش انتگرال اینطوری حساب کنیم. اثبات این که این آیه یکتاست وقتی من نگفتم، خب قطعا از شما نمیخوام که بگید که این آیه یکتا وجود داره دیگه. مجتبی فاضلی بفرمایید. سلام استاد، روز بخیر. بفرمایید. ببخشید، بین درس گفتین که اینکه زیر بازه ها رو نامساوی میگیریم یه نکته ای هست که بعدن اشاره میکنم. آره خب بذار بعدن شد میگم. این حدسی که میزنم ممکنه در مورد نزن خواشم. بذار بعدن. اوکی باشه، مرسی. هو اینه فلایی، بفرمایید. صدای من میاد دوستان؟ بفرمایید. شما هم یه سوال از جزئیاتتون بپرسن، جزئیات قبلیتون؟ از جزئیات قبلی آره، ظاهرا کسی دیگه سوال نفرمیده. یکی از بچه‌ها گفته که پرسیده که آیا تانجانت قطعه قطعه پیوسته است؟ با اون تعریف دقیقی که ما میگیم از تان از قطعه قطعه پیوسته، نه. حالا توضیح میدم چرا، ولی یعنی هم میشه گفت آره هم میشه نه، خیلی دعوا سر این نیست. یعنی تانجانت رو هر بازه بسته‌ای که کامل تعریف شده باشه انتگرال داره، اگه منظورتون اینه. یعنی اون جاهایی که بی نهایت منفی بی نهایت میشه نه، ولی جاهایی که عدد هیچی اون وسطش بی نهایت نمیشه انتگرال داره و به اون معنا قطعه قطعه پیوسته هستش. خب بپرس شما سوالی جلسه قبلت رو بپرس. آها، شما گفتم که نه سوال دست نبود. اون جزوهایی که گفتین تو لینک میذارین، بعد من از جزوه جلسه قبل رو که رفتم دیدم، بعد این قسمتایی که نوشته بودید خارج از گزینشی، مثلا که تو اون جایی که بار گذاری میکنید وجود نداره، اینو خودتون آیا دسترسی دارید که جای دیگه بذارید، یا این فیلمشو ببینید تو نتون بگید؟ نفهمیدم چی میگی. فکر کنم یه لینک توی گوگل میذارید دیگه، جزوه من یه لینک گوگل که هر دفعه جزوه ها رو همونجا میذارید. آره آره، تو اون فقط قسمت هایی که خارج از گزینش ها ننوشید، درسته؟ نه چرا، من هر جا تو جزوه نوشتم خارج از گزینش، فقط چیزی که امروز نوشتم خارج از گزینش تو جلسه قبلی نبود، یعنی اوی بزرگ ننوشتم خارج از گزینش، امروز در کلاس نوشتمش. یه سری اثبات بودی از خبی گفتن پیش دیگه خاصی داره تو کتاب آدم از اصلی از شما نمیخوام. جزوه من هر چی جزوه سر کلاس نوشتم تو اونا هستش دیگه. حالا آها، این تغییری نمیدی؟ نه نه نه، یعنی اگه تغییر بدم سر یه کلاسی نشونش میدم،
نیسر کلاس نشونش میدم ولی دیگه تغییر یافته رو ممکنه بارگذاری نکنم. یعنی مثلا الان که چیز کردم این کارو کردم دیگه. خب امیر محمد رحیمی شما هم سوالتون رو بپرسید و دیگه سلام. سلام بفرمایید. باشید، سوال این بود که الان مساحت زیر نمودار محاسبه شده به وسیله انتگرال تقریبیه دیگه، درسته؟ نه، به این معنایی که گفتیم نه دیگه، هی میدونیم این تقریبه اون بهتر و بهتر میشه و وقتی که فقط یه عدد اینجا وجود داشته باشه که توی این رابطه صدق کنید که واقعا خود مساحت به علاوه منهای یه ده هم نیست. هر کدوم از این، یعنی این LFOP تقریبه، این UFOP هم تقریبه، ولی این آیه دیگه تقریب نیست، این دقیق. آها من خواهش میکنم. خب خسته نباشید دوستان، خدا نگهدار.